بسم الله الرحمن الرحیم. قوانین جزر. قانون سوم، حالت جمع. هرگاه درجه جزر با هم مساوی باشد و عدد تحت جزر نیز با هم مساوی باشد و یا امکان مساوی شدن را داشته باشد، جزرها را میتونیم با هم جمع کنیم، یعنی ضریب های جزرها را. به این مثال توجه کنید. جزر A به درجه N مثبت جزر A به درجه N. چنانچه که میبینید درجه های جزر با هم مساوی است و عدد تحت جزر نیز با هم مساوی است، بناهن ضرب های این دو جزر را با هم جمع میکنیم که مساوی میشه به M جزر A به درجه N. به این مثال توجه نمایید. جزر 3 مثبت 25 جزر 3. چنانچه که میبینید درجه های جزر با هم مساوی است و اعداد تحت جزر نیز با هم مساوی است، بناهن ضرب های این دو جزر را با هم جمع میکنیم که مساوی میشه به 26 جزر 3. به این مثال دیگر توجه کنید. 4 جزر 5 مثبت 2 جزر 2 مثبت جزر 72. یا این را میتونیم به شکل زیل بنویسیم که مساوی است به 4 جزر 25 ضرب 2. 25 ضرب 2 در حقیقت همان 50 است. مثبت 2 جزر 2 مثبت جزر 36 ضرب 2. 36 ضرب 2 همان 72 است که مساوی میشه به 4 جزر 5 به نمای 2 ضرب جزر 2. ما اینها را از تحت یک جزر خارج ساختیم. مثبت 2 جزر 2 مثبت جزر 6 به نمای 2 ضرب جزر 2 که مساوی میشه به 4 ضرب 5 ضرب جزر 2 مثبت 2 جزر 2 مثبت 6 جزر 2 که مساوی میشه به 20 جزر 2 مثبت 2 جزر 2 مثبت 6 جزر 2. چنانچه که میبینید درجه هر سه جزر ما مساوی است و اعداد تحت جزر نیز با هم مساوی است، بنابراین ضرب های این سه جزر خود را با هم جمع میکنیم که مساوی میشه به 28 جزر 2. قانون چهارم، حالت تفریق. هرگاه درجه جزر با هم مساوی باشد و عدد تحت جزر نیز با هم مساوی باشد و یا امکان مساوی شدن را داشته باشد، جزر را میتونیم با هم تفریق یا منفی نماییم. به این مثال توجه کنید. جزر A به درجه N منفی جزر A به درجه N. چنانچه که میبینید درجه جزر با هم مساوی است و عدد تحت جزر نیز با هم مساوی است، بنابراین ضرب های این دو جزر را با هم تفریق یا منفی میکنیم که مساوی میشه به M جزر A به درجه N. به این مثال توجه کنید. جزر 32 منفی جزر 2 مثبت جزر 200 مثبت جزر 50 ضرب جزر 10 تقسیم جزر 5 مساوی میشه به جزر 16 ضرب 2. 16 ضرب 2 در حقیقت همان 32 است. منفی جزر 2 مثبت جزر 100 ضرب 2. 100 ضرب 2 در حقیقت همان جزر 200 است. مثبت جزر 50 ضرب 10. چون درجه جزرها با هم مساوی بود، این دو جزر را تحت یک جزر نوشتیم. تقسیم جزر 5 مساوی میشه به جزر 4 به نمای 2 ضرب جزر 2. یاره از تحت یک جزر خارج ساختیم، یعنی به صورت جداگانه نوشتیم. منفی جزر 2 مثبت جزر 10 به نمای 2 ضرب جزر 2 مثبت جزر 500 تقسیم جزر 5 که مساوی میشه به 4 جزر 2 منفی جزر 2 مثبت 10 جزر 2 مثبت جزر 500 تقسیم 5. چون درجه جزرها مساوی بود، این دو جزر را تحت یک جزر نوشتیم که مساوی میشه به 4 جزر 2 منفی جزر 2 مثبت 10 جزر 2 مثبت جزر 100. جزر 100 در اصل حاصل تقسیم جزر 500 بر 5 است که مساوی میشه به
4 جذر 2 منفی جذر 2 مثبت 10 جذر 2 مثبت 10 مثبت 10 در حقیقت همان جذر 100 است که مساوی میشه به 13 جذر 2 مثبت 10. ما در اینجا تنها ضرب های جذر را با هم جمع ما تفریق کردیم که 13 جذر 2 شد، مثبت 10 را به حال خودش گذاشتیم. به این مثال توجه نمایید، جذر 5 ضرب جذر 1 ضرب جذر 2 به درجه 3 تقسیم جذر 3 به درجه 6 مساوی میشه به جذر 5 ضرب 1، چون درجه های جذر با هم مساوی بود تحت یک جذر نوشتیم، جذر 5 ضرب 1 ضرب جذر 2 به درجه 3 تقسیم جذر 3 به درجه 6 مساوی میشه به جذر 5 ضرب جذر 2 به درجه 3 تقسیم جذر 3 به درجه 6. در صورت مشاهده میکنید که ما داریم جذر 5 ضرب جذر 2 به درجه 3، این دو جذر در حالت ضرب قرار دارد و درجه هایشان مختلف از بنا نیاره هم درجه میسازیم که مساوی میشه به جذر 5 به نمای 3 ضرب 2 به نمای 2 به درجه 6 بر جذر 3 به درجه 6 مساوی میشه به جذر 125 ضرب 4 به درجه 6 تقسیم جذر 3 به درجه 6 مساوی میشه به جذر 500 به درجه 6 تقسیم جذر 3 به درجه 6، چون درجه هر دو جذر ما مساوی است بنابراین این دو جذر خود را میتونیم تحت یک جذر بنویسیم که مساوی میشه به جذر 500 تقسیم 3 به درجه 6. به مثال دیگر توجه کنید، جذر 2 ضرب جذر 2 به درجه 3 ضرب جذر 2 به درجه 6 ضرب جذر 3 به درجه 6 ضرب جذر 2 به نمای منفی 5 به درجه 6 بر جذر 2 به درجه 3 ضرب جذر 3 ضرب جذر 3 بر 2 به درجه 6 ضرب جذر 2 به درجه 6 مساوی میشه به جذر 2 به نمای 3 ضرب 2 به نمای 2 به درجه 6، چون دو جذر ما در حال درجهشون مختلف بود بنابراین هم درجه ساختیم، ضرب جذر 2 ضرب 3 به درجه 6، چون درجه یکسان بود تحت یک جذر نوشتیم، ضرب جذر 2 به نمای منفی 5 به درجه 6 بر جذر 2 به نمای 2 ضرب 3 به نمای 3 به درجه 6، چون درجه جذر مختلف بود اینها را هم درجه ساختیم، ضرب جذر 3 بر 2 ضرب 2 به درجه 6، چون درجه جذرها یکسان بود یا مساوی بود تحت یک جذر نوشتیم که مساوی میشه به جذر 2 به نمای 5 به درجه 6. جذر 2 به نمای 5 در حقیقت جذر 2 به نمای 3 ضرب 2 به نمای 2 است، ضرب جذر 6 به درجه 6 ضرب جذر 2 به نمای منفی 5 به درجه 6 بر جذر 108 به درجه 6 ضرب جذر 3 به درجه 6، چون در اینجا 2 با 2 اختصار شده بود که مساوی میشه به جذر 2 به نمای 5 ضرب 6 ضرب 2 به نمای منفی 5 به درجه 6، چون درجه جذرها یکسان بود بنابراین تحت یک جذر نوشتیم، بر جذر 108 ضرب 3، چون درجه جذرها یکسان بود تحت یک جذر نوشتیم که مساوی میشه به جذر 2 به نمای 5 ضرب 6 ضرب 2 به نمای منفی 5 به درجه 6 تقسیم جذر 3 124 به درجه 6 که مساوی میشه به جذر 6 به درجه 6 بر جذر 324 به درجه 6، چون در اینجا
درجه جذر یکسان است، بنان تحتیه جذر نوشته کرده میتونیم که مساوی میشه به جذر 6 تقسیم 324 به درجه 6 که مساوی میشه به جذر 1 بر 54 به درجه 6.